گاز ایران اعلام کرده که مصرف گاز در مرز هشدار قرار گرفته و مردم باید صرفه‌جویی کنند. مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران گفته در سه هفته اخیر مصرف گاز نسبت به دوره مشابه سال قبل دو برابر شده. محمد رضا جولایی گفته صادرات به عراق، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان جزو تعهدهای صادراتی ایران، اما سعی میشه با توجه به شرایط موجود تا حد امکان صادرات کاهش پیدا کنه. در همین حال محمد عسکری سخنگوی شرکت ملی گاز هم گفته از زمان شروع سرما مصرف گاز در مرز هشدار قرار میگیره و لازمه مردم به مدیریت مصرف توجه کنند. به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز با افزایش مصرف محدودیت‌هایی برای صنعت و تولید هم ایجاد میشه. امید شکری کارشناس دیپلماسی و امنیت انرژی از واشنگتن همراه ماست تا گفتگوی داشته باشیم. در همین رابطه آقای شکری، علت این شروع بحران گاز در نیمه های پاییز چه است؟ چرا از الان دقیقا این اتفاق افتاده و این هشدارها داده میشه؟ بله، این برای بار اول نیست که ایران با بحران گازی روبرو هستش. در سال 2011 و 2012 هم ایران به خاطر اینکه نتونست تولیدی که در داخل صورت میگیره نیازهای داخلی به ویژه در بخش خانگی رو برآورده بکنه، ایران مجبور به واردات از ترکمنستان شد. در حال حاضر هم ریشه اصلی بحران گاز طبیعی در ایران عدم سرمایه گذاری در میادین گاز به منظور افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی در کشور هستش. در سال 96 ایران تقریبا روزانه 521 میلیون متر مکعب ظرفیت تولید داشت. این میزان در سال گذشته به حدود 700 میلیون متر مکعب رسید. دولت 12 فقط تونست به ظرفیت 88 میلیون متر مکعب در روز به میزان تولید ایران اضافه بکنه. در همین بازه زمانی دولت 12 شاهد بودیم که روزانه مصرف گاز طبیعی در ایران 188 میلیون متر مکعب افزایش پیدا کرد. یعنی ایران هیچ موقع نتونست میزان سرمایه گذاری لازم در میادین نفت و گاز رو تامین بکنه و با توجه به افزایش مصرف تقریبا 4.5% از سال 96 تا 99 به این خاطر ما شاهد وقوع بحران در بخش گاز طبیعی و عدم توانایی وزارت نفت برای تامین گاز مورد نیاز در بخش خانگی هستیم و همانطور که شما هم اشاره کردید در حال حاضر این بحران داره خودش رو روز به روز نشون میده و دو هفته قبل هم جواد عوضی وزیر نفت خودش رسما اعلام کرد که در زمستان ایران روزانه 200 میلیون متر مکعب گاز کمبود خواهد داشت و یکی از این روش ها همونطور که اشاره شد کاهش صادرات به کشورهای همسایه و افزایش صرفه‌جویی و افزایش قطعی برق در هفته ها و ماه های آینده خواهد بود. خب آقای شکری، بذارید که یک سوال رو خیلی روشن‌تر بپرسیم که مردم متوجه بشن. تولید گاز وجود داره، سرمایه گذاری ها هم کمه، خب حالا به اندازه کافی هم صورت نگرفته، یه بخشی از گاز هم داره صادر میشه. آنچه که ایران گاز تولید میکنه به اندازه مصرف داخلیش هست یا نیست؟ در شرایط فعلی اصلا و ابدا توازنی بین تولید و مصرف وجود نداره و این باعث شده که با بحران فعلی روبرو باشیم. در سالهای گذشته و دولت‌های گذشته سرمایه گذاری لازم در توسعه میادین گاز صورت نگرفته و همانطور که می‌دونید 70% گاز مصرف ایران از میدان عظیم پارس جنوبی تأمین میشه که این میدان هم به خاطر کمبود سرمایه گذاری با افت فشار روبرو هستش و مسئولین وزارت نیرو و شرکت ملی گاز بارها هشدار دادن که اگر سرمایه و تکنولوژی لازم جذب نشه تا 4 سال آینده افت فشار بیشتر خواهد شد و به نقطه پیک و شبنم خواهد رسید و اگر این مشکل برطرف نشه ایران با ابر بحران انرژی در بخش گاز روبرو خواهد شد و افت تولید در این میدان به حدی خواهد بود که ایران مجبور به واردات گاز در 12 ماه سال خواهد بود، نه اینکه فقط در زمستان وارد کننده گاز بشه. خب آقای شکری، حالا چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه بشه این وضعیت رو برطرف کنند؟ حالا بلند مدت، کوتاه مدت، میان مدت چه کاری میتونن بکنن در این زمینه؟ در مورد صادرات گاز و استراتژی گاز ایران باید به یک نکته اساسی اشاره بکنم که نگاه دولت مردان به ایران به صنعت گاز طبیعی این بود که بتونن با افزایش مصرف داخلی نفت خام بیشتری صادر بکنن که با توجه به افزایش مصرف نفت خام ایران در بخش نفت خام با مشکل روبرو نشه. ایران خواست که به جای واردات نفت تمرکزش رو بر صادرات نفت تمرکز بکنه و گاز بیشتری مصرف بکنه.
در حال حاضر راهکارهایی که وزارت نفت در نظر گرفته همون افزایش تحویل مازوت به نیروگاه ها هستش که باید اشاره بکنم که مازوت تولیدی در ایران 3.5 میزان پوگرش 3.5% هستش که 7 برابر استاندارد مازوتی هستش که به کشتی ها ارائه میشه که در مسیرهای دریایی ازش استفاده بکنن و این میزان بوجرد برای استفاده در نیروگاه و مصرف داخلی خیلی خطرناک است که باعث افزایش آلودگی در شهرهای بزرگ شده. افزایش میزان تحویل مازوت به نیروگاه ها صرفه‌جویی قطعی برق شاید بتونه بخشی از بحران رو بپوشونه، ولی راه حل قطعی این بحران رفع تحریم ها و افزایش جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی خارجی در بخش گاز طبیعی هستش. امید شکری، کارشناس دیپلماسی و امنیت انرژی، سپاسگزارم از شما. من در ادامه مجموعه خبری نیمروز تا دقایقی دیگه نگاهی میکنیم به اظهار نظرهای جدید درباره کار